ما 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری اقتصادی داشتیم، دو برابر گذشته. یعنی در سالهای گذشته فقط 95 که پذیرفته شد برجام این سابقه داره، هیچ سنوات گذشته چنین سابقه ای نداره. 5 میلیارد دلار اینا همه در وضعیت معیشتی این سرمایه گذاری های خارجی. 5 میلیارد دلار یک. دوم، سرمایه گذاری های داخلی. ما سرمایه گذاری داخلی کردیم، یعنی آوردیم پیشران های اقتصادی رو کنار هم نشوندیم، شرکت های بزرگ رو گفتیم باید سرمایه گذاری کنید، یعنی در واقع هدایت نقدینگی به طرف تولید، و اینا کارو شروع کردن. ما اعلام کردیم 17 میلیارد دلار سرمایه گذاری پیشران‌های اقتصادی در کشور، و در کنار این بانک‌ها رو جمع کردیم، گفتیم باید نقدینگی بره به طرف تولید، و با هم کنسورسیوم تشکیل دادن و با بخش خصوصی هماهنگ شده فعال شدن. 19 هزار میلیارد در جهت این قضیه، یعنی من میخوام بگم کاری که ببخشید 19 میلیارد دلار در این رابطه، 19 میلیارد دلار در این رابطه سرمایه گذاری. ما سرمایه گذاری های داخلی و خارجی که داریم انجام میدیم، در کنار افزایش بهره‌وری که دولت مصممه که افزایش بهره‌وری داشته باشه، یک سرمایه گذاری، دو افزایش بهره‌وری، سه جبرانهایی مثل حقوق، دستمزد، بسته های معیشتی، اقداماتی مثل یارانه، اینا هم در کنارش باشه، مجموعه اینها حتما شرایط رو در وضع فعلی به وضع بسیار خوبی رو انشالله در آینده شاهدش خواهیم بود.